از روی پا بازیکن رو حدس بزن. هر سری به همون سه تا پا نشون داده میشه که یکی از اونها واسه یه بازیکن خفنه، پس باید با هوش و دقتی که به خرج میدیم بازیکن خفن رو توی 7 ثانیه حدس بزنیم و بیاریمش توی ترکیب. پس اگه بازیکنی رو غلط حدس بزنیم احتمال باختمون جلوی قوی ترین ها زیاد میشه. راند اول سه تا بازیکن آقا وسطی بازیکن کلاسیک میخوره، ولی شاید واقعا هم یه بازیکن کلاسیک دریوری باشه. سمت چپیه که وایسا، سمت چپیه که 100% دوغلش میگه الکساندر آرنولد، با جورابایی که بالا نصف کشیده من احساس میکنم آرنولد باشه، ولی خب شاید وسطی هم کلاسیک باشه. نمیدونم آقا، من الکی میگم وسطی کانتوناس چپیه آرنولد، ولی وسطی رو انتخاب میکنم. برکل خدا رو چه تورابی بودی اصلا. پس دل پیرو به عنوان کاپیتان تیم وارد ترکیب شد. بازیکنای بعدی سمت چپیه، من احساس میکنم آقا این جوراب منچستر یونایتد، وسطیه 100% رونالدو نیست و من احساس میکنم کلا وسطیه گمراه کننده است. وسطی حذف، چپ و راست موندم. یه ذره احساس میکنم راستیه کلاسیک تور میخوره. کفش چپیه جدید، این کفش ولی قدیمی تره، راستی رو انتخاب میکنم. وای 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 ناکامورا رو حدس میزنه. پس ناکامورا هم به عنوان دومی بازی کامورا رو ترکیب چود. تا الان عالی حدس زدم. راند سوم یا ابلفز، این چیه رو جورابش نوشته عربی نوشته اونجا؟ حاجی چپیه رو نگاه کن، عکس بیکیفیت چپیه. حاجی از جوراباشون اصلا نمیتونم حدس بزنم، از رو کفششون میگم. کفشاشون اصلا معلوم نیست کدوم جدید کدوم قدیمی. راستی یکم جدیدتر میخوره ولی این دو چپیه، وسطی قدیمیتر میخوره کفشش. ببین من انتخابم وسط است، ولی به نظرم راستی خیلی مشروعه، من وسطی رو انتخاب میکنم. برکلا چقدر درست حدس میزنه. پس نیمار و سانتوس هم برای اولین بار وارد ترکیب شد. بین هوش بالای 120 آقای دید. سمت راستیه یه ذره به پای مسی میخوره، ولی به جورابش ربطی به مسی نداره. سمت چپیه نوشته AFC که من احساس میکنم آرسنال باشه، ولی وسطی رو نمیدونم. یه حس غریبی بهم میگه این بار چپیه سالیباه. تو رو خدا خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش میکنم. برکلا سالیبا رو در میاره. پس سالیبا بمون اولین دفعه وارد ترکیب شد. 99 بابا راند پنجم این راحته. راند پنجم خب اون خالکوبی مسی مگه میشه اون نباشه آخه؟ چپیه ژاپنی بود، حدس اونم بلد بودم حدس بزنم. پس مسی هم به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. راند ششم اوه 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 حاجی هستی بهم یه حس غریب وجوهی بهم میگه که سمت چپیه رونالدو پرتغال قدیمه، ولی راستی صد چک آقا. من چپیو ول میکنم، وسطی هم که کلا تو دیواره، شاید هم نباشه، شاید ویرا باشه وسط. من راستو انتخاب میکنم، من راستو انتخاب میکنم. وای گفتم چپی رونالدو، رونالدو رو دست دادیم. پس به جای رونالدو یه بازیکن دریوری برای ترکیب شد. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدید توی کامنت بنویس که چند تاش تونستی درست حدس بزنی. خیلی سخت این راند. راستی آدیداس، وسطی پوما، چپیه که کلا مشخص نیست، و کفشای چپی و کفشای چپی و وسطی خیلی مشکوک چپی. راستی زانوش معلوم نیست، من ببینم رنگ پوستش چیه. حاجی ولی وسطی کفشش خیلی قدیمیه. 100% وسطی فقط به خاطر کفشش، شاید پدر چک باشه. فوش برکلا دوناروما رو میکشه بیرون. خب چه ربطی داشت الان کفش اون قدیمی؟ خب چه ربطی داشت آقا. پس دوناروما هم به عنوان دروازه‌بان وارد ترکیب شد. راند هشتم اوه 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 اون کیه وسطی که خالکوبی داره؟ ما خالکوبی دار نداشتیم، پاراس اصلا ما نداریم. جوراب بازیکنامو چک نکردم، ولی این ما خالکوبی دار نداریم تو تیم. راستی خیلی واسه من مشکوکه. نکته ای که هست، راستی جورابش رنگ قرمز و سرمه‌ای داره و کشته جورابو بالا، من احساس میکنم خیلی اون امباپه باشه. برکلا چقدر درست حدس میزنه. هوش 120. هرناندز شما این من نمیدونستم تا دیروز تو اصلا داداش داری. تازه فهمیدم لوکاس داداش تئوه. پس تئو هرناندزم به عنوان دفاع چپ وارد ترکیب شد. راند نهم بابا این خالکوبی داره رو پاش یارو، ما نداریم خالکوبی دار. سمت چپی چی نوشته؟ خیلی سمت چپی قدیمیه. حالا تا سمت چپی که گالاتاسارای کلا اصلا حرف نداریم راجع بهش بزنیم، آشغال دریوریه. سمت راستی و وسطی میمونم، وسطی خیلی غول خورده، اصلا غوله. ببین دفعه پیش راستی هرناندز بود، این سری راستی نیست. وسطی الکی میگم، وسطی شاید هویرا در اومد.
بابا بارکلا به اون هوش بی ارار رو نزدم ولی جیمز رو گرفتم. پس جیمز هم به عنوان دفاع راست وارد ترکیب شد. راند دهم اینو میخوام سریع بگم راستی کاملا مشخصه، بازیکن قدیمیه، از کفش مشخصه راستی. فوش وگل زدیم، مگه هرچی قدیمیه آخه بازیکن خوبیه. حاجی پرام اصلا اسم یارو رو تو نگاه کن نمیتونیم رو بخونیم. پاپاستا فاپولوس بابیله چه، فقط اسمشو نخوندم تازه. از اونجایی که اون بازیکن دریوری رو فروخته بودیم یه بازیکن دریوری دیگه به جاش وارد ترکیب شد. راند 11ام چپیه کاملا کلاسیک میخوره، 100% کلاسیک، و من احساس میکنم که آقایی که اینو طراحی کرده کیفیت چپی برده بالا خودش. ببین راستیه که تو دیواره، وسطیه و چپی میمونن، چپیه پاول ندود میخوره ولی وسطی شاید 1% فنداک باشه. این بار من میگم مثل سری قبل دوباره چپیه. وای وای تو رو قرآن بابا ولگو، گفتم به خودم فنداک، من هوا حل سو زده بودم، بذار اینو من بیارم تیم خراب میشه آقا. پس امید نور افکن به جای اون بازیکن دریوری وارد ترکیب شد. راند 12ام چه مسخره بازیه، من نمیفهمم. چپیه تو دیوار وایسا، چپیه تو دیوار، راستیه چیچیزوفسکی نیست؟ این لوگوی که روی پای اون هست و ما جایی ندیدیم خدا وکیلی، و کفشش هم خیلی قدیمیه. وسطی و راستی و شک دارم ولی میگم راستی. بابا بدم و کاد این آخه فیورنتینا بود. پس پجه واران یه بازشون داری بره دیگه تو تعویضیا رفت. آقا ترکیبمون دفاع وسط نداریم، هافبک هم کلا نداریم، یه هافبک بگیریم. راند 13 و راند آخر 100% توش مهاجم نیست. بابا آخه این عکس رو کجا رفتی پیدا کردی؟ اصلا ما همچین بازیکنایی داریم واقعا؟ ای اسی کدوم گوری آخه این وسطیه، من نمیفهمم. هیچ کدوم کیفیت درستی نداره. 10 20 40 50 60 70 80 90 100 چپی همینجوری رو هوا انتخاب میکنم بابا. قسمت نبود. راستی رو انتخاب میکنیم. بابا خدا شکرت قسمتی نبود، چپیو میگم کولیبالی رو درست گفتم. پس کولیبالی هم به عنوان آخرین بازیکن وارد تعویضیا شد. حالا با یک بشکن چی شد؟ ترکیب درست شد. حالا با هوش 120 فراتر از آن به سمت بازی اول میرویم. حریف اول دیویژن 5 آریان نوشته بود، یعنی ایرانیه یارو. و اما ترکیب حریف بابا مسی 105. ترکیب یارو واقعا قویه ولی آقا کدوم آدمی لوئیس رومانو میذاره سر مربیش؟ بله بازی شروع میشه. باز واسه اولین بار تو عمرم دارم نیمار و سانتوس رو بازی میدم. بس شروع کن. بله واسه اولین بار گفتم اینجا تو عمرم دارم سانتوس رو بازی میدم، شما بذارت من پاس سانتوس. سانتوس حرکت میکنه اونجا، نیمار و سانتوس. این قوت ببین دفاع ما خود ایس به دستک سانتوس داره، حواظم نبود. بگیر اینو آقای عزیز، هلا تک بگیر اونا دیگه، دقیقه 4 کی گل میخوره. ناکنه ناکنه نگاه کن تو رو قرآن، برو گم شو مسی. مسی نیمار و سانتوس، نیمار و سانتوس. بابا دریب بزن، بگیر دیگه مرک. کیه اونجا وایس؟ بگیر بدستا کن بزن تو رو قرآن، بگیر اینو، بگیرش اینو، این نیاد جلو، این نیاد آقا. در سگ میشه اینقدر مسی پاس ندی؟ واقعا رو مخم این قضیه. بابا چقدر توی دسته رو بکوبن تو سر داورا. مسی رو به کیا میدی؟ یعنی یه سری آدم های سو استفاده چی پدر سکه من میگیرم همه تو پاشونو. بده بره بده بره بده بره سانتوس، برو سانتوس، برو سانتوس. مسی رو داری؟ مسی شوتی مر فوک بده پیلو دل پیرو، باره کلا دل پیرو. شماره هفته تیم کامیتر تیم پدر سوخته. بگه این مسی سک پدر بد شوت میکنه، این بد شوت میکنه، بگیرشونو. هر تیکه بزنی سانتوس کثافت خطریه. بابا اون خطریه، بگیر اون بی پدر رو. سه نفر اونجا وایسادی داری نگاه میکنی یارو رو همینجوری مثل ماست. میشه دفش کنی؟ بابا دف کن تو پرو، چرا داره این میرزه به این پدر سگ؟ تمام شد نیمه اول، چه بازی. بابا ول کن، بگو برو گم شو عقب وایسا ببینم. گم شو ببینم، نبینم از اینجا، نبینم از اینجا. بابا به خدای خطانی آقای دیتور، اینا رو بذار این به خدا خد. من نگاه کن نگاه کن نگاه کن این کور خره پدرسک، اصلا مگه دیری بلده بزنه؟ وای 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 خدا، وای خدا، وای خدا، وای خدا، برو بزن بابا. مگه میشه؟ مگه میشه یارو چجوری در آورد اونو؟ بابا چطوری داره در میاره؟ اصلا باورم نمیشه، گل نمیخوره یارو. دروازه‌بان ما که از اون اوورالش بیشتره، هر چی زدن خورد. تو چی میگی اینجا؟ تو چی میگی اینجا؟ برو جلو سر بزن، بزن اینا، بزن اینا. از اونجایی که دفاع مخصص شده بود امید نور افکن به ترکیب اضافه شد. بده تیر دو، بده تیر دو، بزن دل پیرو.
وای 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 ناکامورا ناکامورا کاتش نه وای وای نیمار خطا بود فوش وای 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 مسی 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 دل پیرو چرا بیرود با شانس و خرید داور این بازی رو مساوی کردیم. پس سلیان ترکیب رو عوض کردیم و مسی رو به جای نیمار نوش قرار دادیم و به سمت بازی دوم رفتیم. حریف بعدی دوباره دیویژن 5 رئال مادرید سی اف ببین میبرمت. و اما ترکیب حریف بنزمای 100 رونالدو هم داره. صلاح 101. کاسیاس 100. از اونجایی که ترکیب حریف خیلی هجومی بود، دو تا هافبک دفاعی قرار دادیم. این بازی کن وایسی من بازیو میکنم. من شربتی ندارم بازیو میکنم. دست کن نگاه چه آدم دن سرویس بی پدر. من پدستک حال کردی فارو اوه نرسک چی میگه این چی میگه من نمیفهم چی میخوای تو سلکس میکنی درواز من توی یا نه گلوی اوه زیاد زدم رد نشده رو سرش این باید گل چه 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 برو ناکامورا 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 پاسش نه ارسال کن ارسال کن ارسال کن ارسال کن نکن 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 این دارم بد بازی میکنم خدا جان فوت چی؟ چرا اینجوری اومد چوب صلا؟ یه دونه نیمار سان کن ریس جیمز میتونی سان کنی ریس جیمز احمق ریس جیمز حالا اونجا هد مسی کاتو بده مسی فوق نیمار چه گولی میزنه چه سوپر کنسلیشنی اونجا دارم برو کنار رو میام شوت کن همونو همون دل پیرو بزنی خواهش میکنم هدر رو بزنی ای وای تیر دو خالیه بدبخت شدیم رفت باورم نمیشه بزن بارو کلو نیمار سانتوس هتریک نیمار سانتوس ایرون پدست اگه بی پدر آه رفتیم بده بهش بده این بر خواهشم بده خاک سوی اون سرمون بیا بگیرش از همون گوشه میرم بزنین برو تو پاش شوت کن دل پیرو از اونجایی که تیم خسته شده بود امید نور افکن جاشو با دی ام اف عوض کرد برو کنار یک ارسال یک هد از نیمار ساندو تیر دروازه شوت بابا دو تیر بده کاتو دیگه بره توی گل دوبار تیرکو گل نخوری پدر سوخته باید اینو گل میخوردی دف کن تموم بالاخره میبریم همه سیار نیمار اون یکی ترکیبمون واقعا خوب بود به ترکیب دست ندادیم پس میریم سراغ بازی آخر حریف آخر دیویژن 5 آقای پاک اف سی ترکیب حریف خدا پس یه ذره ترکیب رو تغییر دادیم تا بتونیم بهتر بازی بکنیم برو دل پیرو جان استوب شوت ما داریم خیلی کورنرا رو بد میکشیم نزدیک بشیم ببینم بزن ناکامورا تو پر رو استوب میکنه حالا اونجا نیمار را میندازه اونجا دل پیرو رو بزن داخل میاد دل پیرو چند نفر مش در هم گیر میکنه دل پیرو مسی را میندازه اونجا حالا بازیکن نیمار ناکامورا هم رفته شوتشو میزنه ناکا توی دروازه ژاپنی عشق ناکامورا دروازه رو باز میکنه پای غیر تخصصی جون چه تکلی یالی بیا تو پاش برو کنار فقط بابا این چه بدنی آخه میذاری رامین از اونجا دل پیرو رو نه نیمار سانتوس اگه رامی آفته اونجا تو برم میگیره وای هرناندز نیست جیمزه حسو زیبا از لیونل مسی لبه خط میخواد بره دانکی میخواد بازی رو ادامه بده به سمت جلو پاس اشتباه ناکامورا توپ رو گرفته میتونه ارسال بکنه روی تیر دوم حسن بگی اماپ رو بگیر اوه اماپ رو نگه دار نه چه نمیشه اونجا رو گل بخوره میخواد مسی رو گیر بندازه ولی من یه دبل تاچ میزنم یه دبل تاچ دیگه و توپ رو میارم وسط
مسی را میفته اونجا. لیونل آنکارا مسی چه گولی میزنه مسی. شماره 8 یاد علی کریمی بخیر. از اونجایی که نور افکن یه ذره خسته شده بود، یه بازیکن دیگه که دفاعش بهتره رو آورد تو. مسی حالا دوباره شوت. خدا واسه لیونل مسی. لیونل مسی یه دونه دفاعش اونجا میزنه بی فایده. اصلا نمیدونم چرا همچین حرکتی رو من باید بزنم اونجا. آخه بگیر اینو. بگیرش. نه غلط کردیم، پشت میندازم بابا. نه نه نرو بیرون، خاک توی سر تاس ولا نیستی بدی. مسی جان کاتو بده. مسی جانم تو این گل. آها کاری میکنی. دقایق آخر بازی، چند دقیقه تا سوت پایان. سانتوس اونا باید بزنیم. سانتوس شو اما برو بگیرید. دف گود تمومه. بالاخره بازی سوم به قشنگترین حالت ممکن میبریم. پس دمتون گرم که تا آخر ویدیو نگاه کردید.